من از شبهای تاریک بدون ماه می ترسم. من از شبهای تاریک بدون ماه می ترسم، نه از شیر و پلنگ، از این همه روباه می ترسم. مرا از جنگ رو در روی در میدان گریزی نیست، ولی از دوستان آب زیر کاه می ترسم. من از صد دشمن دانای لامذهب نمی ترسم. من از صد دشمن دانای لامذهب نمی ترسم، ولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسم. پی گمگشتم در چاه نادانی نمی ترسم. اصولا من نمی دانم چرا از چاه می ترسم. اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید، اما نه از سختی راه، از سستی همراه می ترسم. من از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم. من از نفرین یک مظلوم از یک آه می ترسم. من از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم. من از نفرین یک مظلوم و از یک آه می ترسم. من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی اگر افتد به دست آدم خودخواه می ترسم. من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی اگر افتد به دست آدم خودخواه می ترسم. نمی ترسم ز درگاه خدای مهربان، اما ز برخی از طرفداران این درگاه می ترسم. خدای من نمی دانم چرا از تو نمی ترسم. خدای من نمی دانم چرا از تو نمی ترسم، ولی از این برادرهای حزب الله می ترسم. چو کیوان بر مدار خیش می گردم، ولی گاهی از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می ترسم. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک که هم میهنان ارجمندی که زمانی از وقت گرانبهای خودشون به این برنامه می دن، برنامه در گذرگاه تاریخ رو که در چارچوب تک و تاخت نادر به هند هست می آغازم. چامه ای رو که در آغاز برنامه شنیدید از یکی از بینندگان ارجمند به نام کیوان بود که برای من فرستاده بودند و من برای شما خواندم. یکی دو خبر کوتاه بررسی می کنم. بینندگان، هر روز یک خبر ناگوار از مرزهای شمال خاوری، باختر ایران، خاور ایران و باختر شمالی سرزمینمان به گوش ما میرسد که با زبانی باز خبر از ناتوانی و درماندگی و سیلی خوردن آخوندها از این مرزهای یا به دست همسایگان شمالی یا به دست ناراضی‌های درون مرز به گوش اونها نواخته میشه. پریروز بود که شنیدیم بجز اون 14 نفری که در سراوان کشته شدند و بعدم اینها هم 14 تا رو همینطور مثل جوجه‌ای که میخوان سرشون ببرن
بدون اینکه محاکمه چیز بشه 16 نفر آوردن بیرون رو گفتن به تلافی اون مسئله. ببینید درماندگی تا چه حده. مردک تو که قانون خودت میذاری، تو که هر کی رو بخوای میگیری، هر کی رو بخوای محکوم میکنی، هر کی رو بخوای شکنجه میدی، تو که آبرو در جهان نداری، چه نیازیه تو بگی ما اینا رو به تلافی کشتیم؟ مگه اینا تخم مرغ بودن سواشون کرده کشتی؟ اینا آدم بودن. به هر روی خداوند اون رو که خرد نداد چه داد، و اون رو که خرد داد چه نداد. پری روز دوباره یک گارد مسلح که خودشو جیش العدل یعنی همون گروه قبلیه که 14 نفر رو کشت مینامیدند، دوباره به یک پاسگاه سپاه پاسداران با سلاح‌های سنگین و نیم سنگین تاختند و اونجا رو ویران کردند. مقام های آخوندی شماره کشته شدگان رو یک سرباز و چند مجروح گفتن. آخوند که استاد دروغگوییه دیگه، میدونه دروغ هم که خناق نیست گلوشو بگیره که. چطور با سلاح سنگین و نیم سنگین زدن پاسگاه رو درب داغون کردن، یه سرباز فقط مرده و چند تا مجروح شدن. بله، اما گروه جیش العدل اعلامیه که داده می نوشته که در اون اعلامیه چند پاسدار و چندین سپاهی در این حمله کشته و زخمی شده. این مال 3 روز پیش بود. دیروز درست 24 ساعت پس از این حمله رادیو دویچه وله آلمان به نقل از اداره مرزبانی آذربایجان اعلام کرد که در پی درگیری مرزی آذربایجان، یعنی در مرز که درگیر شدن با ماموران ایرانی، یک استوار وظیفه کشته شده، چند تن هم زخمی شده. رادیو دویچه وله می‌افزاید درگیری و اختلافات مرزی میان جمهوری آذربایجان و دولت ایران سابقه ای دراز دارد و مدتی نیز بخشی از مرز میان این دو کشور بسته شده بود. شگفتا که هیچ یک از مقامات رده بالای آخوندی در این زمینه سخنی نمیگن و خفه شدن و مهر خاموشی رو بر لب خودشون زدن. واقعا هم نه چی بگم، کشور رو سپردن دست امام زمان و زیر علم او دارن سینه میزنن. خیالشون هم راحته اگر به فرض محال وضع درست شه که میگن ما کردی، ما سربازان اسلام اومدیم خوب کرد که نشد، و حالا که همه چیز به هم ریخته و همه چیز در مرز فروپاشیه، میگن کشور امام زمانه دیگه، خود آقا هر جوری صلاح بدونه این کارو میکنه، اونم که وجود خارجی نداره بیچاره، بنابراین همون تو چاه مونده. خنده آوره که در این وانفسا که شیرازه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور داره از هم میپاشه و به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نیست، آقای حسن روحانی آخوند امنیتی، عجب ملت رفتن خوب انتخاب کردن، چه رقص ها کردن که آخوند امنیتی رو انتخاب کردم. ای ملت ساده، تا چند خوری گول عباها و لباده، ای ملت ساده. به هر روی این آخوند امنیتی رو انتخاب کردم و ایشون ضمن اون سخنرانی که کردن و حکومت صد روزه خودشون رو معرفی کردن که بله این کارا رو ما کردیم و فلان کردیم، حالا دوباره در همون وضعیت سخن از امن بودن داخل ایران برای ایرانیان مهاجر خارج از کشور به میان آوردن. خیلی وقاحت میخواد. ایرانیای داخل کشور رو شب، نیم شب، صبح
جوان، پیر، زن، مرد، حتی کودک، اینا رو میگیرن، شکنجه میدن، گهگاه اعدام میکنن. و ایرانی های خارج از کشور میگن که آقا پاشین بیاین برای شما امنه، امنه، امنه. اونایی که هیچ گناهی ندارن، بدبخت زیر چنگ شما آسودگی ندارن، حتی روی تخت خواب هم عکس که ازشون میندازن مچ پاهاشون رو با زنجیر به تخت بستن، اون وقت ایرانیان خارج از کشور بلنشن بیان اونجا. آقای روحانی میگه شما 4-5 میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستید به ایران بیایید. به چه امیدی بیاییم؟ به چه اطمینانی؟ با چه تضمینی؟ نقابتو از چهره بردار تا معلوم شه آخوند امنیتی هستی، تا معلوم شه چقدر در درازای این 34 سال تو آدمها رو بدبخت کردی، و بعد به ما بگو چگونه این ایرانی ها بیان و در همون فرودگاه اونها رو بازداشت نکنید و راهی 34 های آخوندی خودتون نکنید. آقای روحانی از این سخنها بسیار گفته و از ایجاد سهولت برای سفر. ببینید چقدر، حالا میگم چرا اینقدر در باغ سبزشو میدن، که میگن برای سفرتون ما تسهیلاتی هم فراهم میکنیم. یعنی چی تسهیلات فراهم میکنیم؟ تا اون شرکت های هواپیمایی هستن که میرن، مگر اینکه بخواید پول بلیتشون رو بدید، که شما از این آخوند دست بگیر داره، دست بده نداره. برای ایرانیان مهاجر ممکنه باشه. و گفتن که شما اینجا، نکته اینجاست، گفتن ایرانیان، شما ایرانی های موفق، اینا بیاید در داخل کشور خودتون سرمایه گذاری کنید. اصل مطلب اینجا، کفگیر به ته دیگ خورده. به قول خودشون، به قول همین آقای روحانی، تمام اقتصاد ما اصلا پاشیده، هیچ چیز دیگه ندارن. بارها هم گفتن حتی ما برای همه این برنامه هایی که داشتیم به نام برنامه های عمرانی و غیره، تمام اینا رو متوقف کردیم چون پولی نداریم. حالا به ایرانی ها میگن بیان، این نکته است که بیایید در ایران سرمایه گذاری کنید. چرا؟ برای پول هایی که ایرانیان خارج کشور در زیر سایه امنیت کشورهایی که در اونجا دارن زندگی میکنن و به مهاجرت رفتن، پول پلهی به هم زدن، فعالیت کردن، خونهی خریدن، زندگی درست کردن، شغلی دارن، تفریحشونو میرن، گردششونو میرن، اگر دانشمندن درسشونو میخونن، پیشرفتهای علمی میکنن، در ناسا قدرت به هم زدن، در امور امنیتی فرودگاه ها رؤسای بخشی از سازمان های امنیتی فرودگاه های ایرانی هستن. و اینا رو میبینن، حالا اون پوله رو دیدن، گفتن آقا بیا اینجا پول بذار، بیا یه احمدی نژاد دیگه بیاد اینا رو براتون بخوره، از بین ببره، خیالتون راحت بشه. حالا میبینید مشکل اینه، مشکل فکر پول ایرانی هستن. یکی به اینا بگه اگر شما واقعا پولساز بودی، برای مشاغل پولساز در ایران فعالیت بکردید و این مشاغل رو پدید می آوردید، به اون وقت اگر این ارزه رو داشتی، امروز اقتصاد کشور به این ورشکستگی که الان شما پدید آوردید نمی رسید. حالا که پی بردین ایرانیان برون مرز از دیدگاه علمی، از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه فرهنگی موفقند، مرفهند، حداقل وسایل بهزیستی و بهروزی این اجتماعی رو برای خودشون فراهم کردن، آب از لک و لوچه شما خوندا سرازیر شده که پول اینا رو هم بیچاره ها رو بیارن اونجا بدن به شما و بالا بکشی. دلاری 3000 تومان کم نیست که. خب یه ایرانی اگه فقط 100,000 دلار کاری نداره، اساسش و وسایلش و ماشینش رو بفروشه 100,000 دلار میشه.
100 هزار تا 3000 تومان رو میبره ایران. به فرض محال ها، یعنی ما همچین ساده زیاد نیستیم. یه حد اقلشه. حالا ایرانی های میلیونر داریم، ایرانی های رؤسای شرکت های بزرگ پولسازی داریم، ایرانی هایی داریم که فقط در انبارهای ماشین هایی که برای فروش دارن شاید در حدود 500 تا ماشین باشه. خب آقا معلومه خبرها به گوش شسته، دهنش آب افتاده. به هر حال خیال دارن که این کارم بکنن، گفتن خب ایرانی ها بیان تکونم بخورن، میدونه بشون زندان دیگه، درک نمیتونن بیرون هستن دیگه. و این پولا رو اونجا میگیرن به جیب آیت الله ها. آیت الله معدن مرمر داشت. آقا ناصر مکالب شیرازی، مردک تو آیت اللهی یا معدن مرمر دستته و پولشید به جیب میزنی؟ آخه تو رو به معدن مرمر چه مناسبتی؟ به هر روی در ضمن خب اون جنرال ها هم که هر روز توپ میان که آمریکا رو میزنیم داغون میکنیم، لگنایی که آوردن خلیج فارس، کشتی های ناوای هواپیما رو، اونا رو همه میفرستیم تای دریا، همه این کارا رو از بین میبریم. مگه شوخی آقا؟ ما این کارو میکنیم. خب اونا پول میخوان، از این توپا که میان باید یه پولی هم به اونها داده بشه. اما نه، جناب روحانی کور خوندی، ایرانی فریب نمیخوره. بس دیگه، هرچی بهمن 57 ایرانی ها فریب خوردن کافیه. من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم که اگر آگهی هستش که حتما هست، آگهی رو بدید. باز میگردیم به دنباله برنامه. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. آقای وارتان لطف کنید تشریف بیارید توی استودیو. یه چیزی رو این مانیتور چسبیده که روی تصویر چیز نشونده، اینو به دست میچیز زدش مثل این که همون بله. بله بله چیه اینجا نی؟ روی میکروفون بود. بله بله، البته هنوزم هست ولی خب بله، مال میکروفون، اون نوار قرمز میکروفونی است که
روی تصویر دیده میشه. در بررسی خبرهایی که مربوط به چیز هست، این ببینید بینندگانی که الان زنگ زدن گفتن، ببینید این مال این میکروفون، یه نوار قرمزی در دور اون بسته شده برای که اتاق فرمان ببینه اون رو. اینا حالا میاریمش اینور درستش میکنیم. بله، نادر دستور داد چون خبرهایی که رسیده بود در میان سپاهیان این وحشت رو ایجاد کرده بود که مگر اینکه ما تا اینجا اومدیم احتیاج هست که بازم بریم جلو و بریم به طرف دهلی و در دهلی دارای اون همه مشکلات و سختی ها و دشواری ها بشیم. خلاصه خبر به گوش نادر رسید، گفت اینا رو جمعشون بکنید، گرد آوردنشون در میدان جنوبی باغ شالیمار. البته پچپچه‌ای بود بین افسران اینا که همه رو در برنامه پیش گفتم. و بعد ناگهان فرمانده کل سپاه فریاد زد که به حالت آماده باشن بایستند و حضرت نادر میاد برای گفتگو و سخنرانی. نادر در سکوتی که از پیش آماده شده بود و مردم، یعنی سپاهیان خودشون میشناخت دیگه، تمام اینها سر جای خودشون مثل مجسمه ایستاده بودن و یه سکوی بزرگ چوبی هم قرار داده بودن و از سکو نادر بالا رفت و یکایک اونها را از زیر نظر گذراند و خوب از نظر روانی که به اینها مسلط شد، سخنانی رو که من الان براتون میگم ایراد کرد. پیش از اینکه من این سخنان رو بخونم، باید بگم که اون چرا که من در اینجا براتون میخونم عیناً 4 پژوهشگر و تاریخدان ایرانی و غیر ایرانی در این زمینه نوشتن: لکهارت انگلیسی، کشمش اوف روسی، دکتر میمندی نژاد ایرانی و میرزا مهدی خان استرابادی هم باز ایرانی که دبیر نادر بوده دیگه. اون حرفش همه دیگران هم مثل که از نوشته اون برداشتن و نوشتن. نادر بعد از 1-2 دقیقه سکوت این سخنان رو ایراد میکنه و در گفتم که در تاریخ های معتبر آمده. میگه: برادران، دلاوران، سرداران عزیز من، شما از نخستین روزی که من کمر همت و خدمت برای هموطنانم و سرزمینم بستم همیشه در کنارم بوده اید، با من به پیش گام برداشتید، با من مزه تلخ تشنگی و گرسنگی و بیخوابی و حتی شکست و زخمی شدن را چشیده اید، با من در غم و شادی شریک بودید. پس شما بهتر از هر کس می دانید که در همه دوران همکاری ما با یکدیگر مهر خداوند پشتیبان ما بود که پس از هر دشواری و سختی شهد شیرین پیروزی را در کام ما ریخت. برادران، شما بسیار دیده اید که در جنگ های گوناگون شمار نیروهای دشمن چند برابر ما بود، ولی دلاوری شما و سربازان زیر دست شما پیروزی رو نصیب ما کرد. بعد نادر حضور چند ثانیه سکوت میکنه، سپس با آوای تند در آسای خودش دنباله سخنانش رو میگیره و میگه: شما در هیچ یک از جنگ های بزرگی که با هم داشتیم نترسیدید، زیرا می دانستید
که سرانجام زندگی مرگ است و هیچ کس زندگی جاودان ندارد و سرانجام یک روز باید برود. پس چه بهتر که هنگام مرگ مردانه بمیرد و یک کارنامه سراسر افتخار را به دنبال خود داشته باشد. آنها که از مرگ میترسند روزی چند بار میمیرند، در حالی که آنهایی که مرگ را به مبارزه میطلبند تنها یک بار خواهند مرد، آن هم مرگی که آغاز زندگی افتخارآمیز اوست، برای آیندگان، برای فرزندانشان و برای بازماندگانشان، و نامشان تا جاودان بر صفحه تاریخ ایران نقش بستند. نادر ادامه میده. اولا یه آدمی بوده که زیاد اهل فروتنی و بله ما من یعنی تابع شما هستم و من فلانم نه نبوده. هم خودش به خودش متکی بوده و هم سردارانی که داشتن، به خصوص سردارانی که اول باهاش مخالف بودن و بعد در جنگ ها اومدن و دلاوری های او رو دیده بودن، دنبال کردن و پشتیبان این شدن. بر روی نادر ادامه میده، میگه گریز از میدان جنگ و پشت کردن به دشمن بزرگترین ننگ برای یک نظامی است. ببینید اینا پیشرو بودن، اینا فرمان روا بودن، اینها دلاور بودن، اینها ایران رو ساختن، اینها ایران رو نگه داشتن، توی کاخهای مجلل نشستن، از 8 مرحله بازرسی های امنیتی گذشتن و مانند پیرزنان در اون گوشه های صندوقخونه ها جای گرفتن و اولدرم بولدرم کردن، رهبری نیست، فرمان روایی نیست، حکومت نیست. اگر دقت کرده باشید نادر گفت با شما زخمی شدم. 2-3 بار تا اون روزی که این حرف رو میزده زخم برداشته. حتی روز آخر که برادرزادش توطئه کرده بود که او رو بکشه، گفته بود به توطئه‌گران حتما وقتی که نادر رو میکشید سرش رو از تن جدا کنید، برای اینکه اگر تمام بدنش رو تکی تکی کنید اون باز نمی میره، مگر اینکه سرش روی تنش نباشه. حالا نادر ادامه میده، میگه گریز از میدان جنگ و پشت کردن به دشمن بزرگترین ننگ برای یک سردار و یک نظامی است، زیرا این کار گذشته از اینکه خاری و ذلت رو برای او به ارمغان میاره، روحیه دشمن رو هم نیرومند میکنه، به اونها جرأت میده که به سربازان آن فرمانده ترسو بتازند و آنها را از دم تیغ بگذرانند. هرچه از سربازان چنین افسر و سرداری کشته شوند، گناهش به گردن آن فرمانده گریزپای ترسوست. واقعا همینطوره، اگر سردار دلاور باشه سرباز خود به خود دلاور میشه. سرباز وقتی بینست شاهش، پیشواش، رهبرش، سردارش، فرماندهش جلوتر از اون داره میره، خود به خود دوچار تحور و دلاوری میشه. نادر ادامه داد، سرداران و افسران من، ما هم اکنون در قلب کشور هند هستیم، پس نشان داده ایم که از آنها نیرومندتر، بیباکتر و آگاهتر به فنون جنگی هستیم و همه این صفات نیک در نتیجه همکاری ما با یکدیگر است. ما تا امروز پیروز مطلق بوده ایم و از این پس نیز قطعاً پیروز خواهیم بود. درست است که شمار سربازان دشمن فراوانند. درست است که توپخانه نیرومندی دارد. درست است که پیلهای جنگی چشمگیری در سپاه آنان هست.
ولی این را بدانید که توپخانه و اسب و پیل رو آدم‌ها و سربازان باید به کار ببرند. و شما سربازان هندی را شناخته اید که هرگز در خور سنجش با سربازان ایرانی نیستند و نمیتوانند حریف ارتش پیروزمند ما بشوند. پیل فراوان داشتن، توپخانه نیرومند داشتن، اسب و استران بیشمار داشتن و سرباز فراوان داشتن به تنهایی نمیتواند برای ارتشی پیروزی به همراه بیاورد. این دلیری، این کاردانی، این سازماندهی و این جانبازی سرداران نترس است که پیروزی را به دست می آورد. من به شما اطمینان می دهم که در جنگی که در پیش داریم نیروهای هندی را شکست خواهیم داد. از همین فردا به هنگام سرزدن نخستین پرتوهای خورشید به سوی دهلی حرکت خواهیم کرد. فراموش نکنید که اگر یک گام واپس بنشینیم همه این پیروزی هایی که تا امروز به دست آورده ایم تبدیل به شکست خواهد شد و مردم ایران به دیده حقارت در ما خواهند نگریم. اینا همش بود برای که اینا سربازان و فرماندهان شنیده بودند که 2000 پیل جنگی در سپاه هند هست که در دهلی اینا را آماده نگه داشتن. و پیل یک سلاح بود خودش دیگه، پیل جنگی مثل تانک فرق نمی‌کنه، یه سلاح اون موقع یه تانک نداشتن. بنابراین نادر برای اینکه ترس اینها را از اون سلاح جنگی نوظهوری که ارتش ایران نداشته اونا داشتن بریزه، ناگزیر بوده که این سخنان رو بگه و چون به او اعتقاد داشتن سخنانش مؤثر بود و به همین دلیل دیگه فرصت نداد، چون پچپچه افتاده بود که خب تا حالا پیروز شدیم برگردیم. گفت همون فردا بامداد با اولین پرتو خورشید میریم به طرف دهلی. نادر ادامه داد: فراموش نکنید که اگر یک گام واپس بنشینیم همه پیروزی های به دست آمده تبدیل به شکست خواهند شد و مردم ایران به دیده حقارت در ما خواهند نگریست. فراموش نکنید که ما زمانی که پا در رکاب گذاشتیم برای حفظ شرف ایرانی که سفیرش رو کشته بودند، این شرف رو بازگردانیم، کاری کردیم که آیندگان ما به ما افتخار کنند. ما با پای نهادن در رکاب خود، در رکاب اسب برای جنگ، به تاریخ درسی دادیم که آنچه را که آیندگان دریافت می کنند چقدر پر ارزش است. ما این ودیعه مقدس رو باید به دست آیندگان بسپاریم. وای بر ما اگر عرضه این کار رو نداشته باشیم. اینا سخنان یک بیسواده، منتها یک بیسواد که به صورت فطری میهن پرسته، به صورت فطری آرمان خواهه، به صورت فطری معنای شرافت رو، معنای عظمت یک ملت رو، معنای آبروی یک ملت رو میفهمه. به همین دلیله که تاریخ نویسا نوشتن نادر از 18 سالگی شمشیر به دست گرفت تا روز مرگش و 11 سال قبل از مرگش پادشاه شد و در این 11 سال فقط 3 ماه در کاخ شاهی بود. 10 سال و 9 ماهش رو بر روی زین اسب بود. بهترین رخت خواب او جلی بود که روی اسبش شبا بند مینداخت و زین اسبش بود و بهترین تکیگاهش در موقع نشستن و غذا خوردن سپرش بود. به او تکیه می داد. او عاشق بود. عاشق بود. اگر شما عشق رو یک دیوانگی می دونید،
یعنی یه کاری که عقل نمیپسنده. این حرفی که جلال الدین خوارزمشاه هم به پدرش زد، گفت پدر تو به من میگی من دیوانم که میخوام رو در روی مغول برم، اما توجه داشته باش پیروزی رو همیشه این دیوانگی ها پدید میاره. عقل میگه در رو برو جای امن قایم شو. عقل میگه اگه عوامل جمهوری اسلامی آمدن خواستن بزنن تو بکشنت بهتر بود دیگه نیا. ولی عشق میگه برو جلو، میگه تو مدیونی به اون ملت، تو مدیونی به اون مردم، تو مدیونی به اون آب و خاک، تو مدیونی به تاریخ. بسیار میشنم میگن ما اهل سیاست نیستیم. آقا بودن تو در اینجا سیاسیه. بچه از روزی که متولد میشه، چه در ایران چه در خارج از ایران، چه ایرانی چه غیر ایرانی، سیاست روی زندگیش اثر داره. معنی نداره شما میگید ما سیاسی نیستیم. ما سیاسی نیستیم یعنی چی؟ یعنی ما یه زندگی چارپایی داریم، بخور و بخواب و عشق کن. یعنی چی ما سیاسی نیستیم؟ باید سیاسی باشی. بودنتون در اینجا، برادران و خواهرانتون زیر چنگ و دندان اون گرگ‌های ریشدار دارن تکه پاره میشن، تو چطور میتونی بگی من دلم نمیسوزه؟ پس اگر دلت میسوزه سیاسی هستی. به هر روی نادر سخنان خودش ادامه داد، گفت اگر از اینجا برگردیم همه پیروزی هامون تبدیل به شکست میشه و مردم به دیده حقارت به ما خواهند نگریست. بروید و همین حرفهای مرا به سربازان زیر فرمان خود بگویید. روحیه سربازان را فرماندهان آنها میسازند. فرمانده دلاور است که سرباز را مشتاق جنگیدن می کند، به دست آوردن پیروزی می کند. بروید و بدانید که من در سخت ترین نبردها در کنار شما هستم و حتی یک گام از شما واپستر نمی جنگم و شاید هم پیشا پیش شما خواهم بود. حتی اگر من کشته شوم شما نباید از راهی که می روید بازگردید. فرمانده اصلی شما ملت ایران هست. هزینه زندگی شما و خانواده شما رو پرداختن. اون پیرزن کردستانی، اون کارگر کرمانی، اون کشاورز آذرآبادگانی، اون ماهیگیر گیلانی و اون کارگر نفت در جنوب، همه و همه جان کندند تا شما رو به اینجا فرستادن یا به جاهای دیگه. شما به اون ملت مدیونید. سخنان نادر سرداران و افسران و فرماندهان رو به سختی تکان داد، گویی خون تازه در رگ‌های اونها به جریان افتاده بود. همه یک باره فریادی از شادی و شوق کشیدند و سخنان شاه دلاور، شاه پیروزمند، فرمانده آزموده خود را تایید کردند. نادر به سوی اسب خود رفت و سوار بر آن شد و دوباره به ستاد فرماندهی خود بازگشت و سرداران و فرماندهان هر یک به بخش های زیر فرمان خود رفتند تا سربازان رو آماده حرکت به سوی دهلی و یک رویارویی سرنوشت ساز با دشمن زخم خورده و نیرومند و خشمگینشان بکنند. دیگر از اون سخنان یأس‌آور در میان هیچ یک از سرداران شنیده نشد. خب الان ما به مرحله رسیدیم که بخش بزرگی از سرزمین هند زیر پای اسبهای سربازان ایرانی است. تنها مرحله ای که مانده که سرنوشت سازه یا ایرانی ها در دروازه، در پشت دروازه های دهلی
در دشت کرنال شکست میخورن و تومار زندگی نادر بسته میشه، و یا هندیان شکست میخورن و بعد سخن نادر به کرسی مینشینه. پس ما بهتر هند رو بشناسیم، اونها رو در دشت پهناور کنار شهر لاهور رها میکنیم، میریم به دهلی ببینیم در دهلی چه خبره. اما قبل از اینکه به وضع دهلی بپردازیم، ببینیم اصلا زنجیره پادشاهی گورکانیان یا بابرها که سلطان محمد گورکانی، محمد شاه گورکانی پادشاه اوناست فعلا، چگونه هستش و این محمد گورکانی چگونه به پادشاهی رسیده، چگونه وارث قانونی این رژیم یا این زنجیره پادشاهی بوده. به زمان امیر تیمور گورکان باز می‌گردیم. تا اینجا یه تاریخ رو داشته باشید، چون یکی از کسانی که توانست از تنگه، یکی از سه سرداری که توانست از تنگه خیبر بگذره و به دشت پهناور هند برسه، امیر تیمور گورکان بود. امیر تیمور گورکان بود، اسکندر بود و نادر بود. هیچ سرداری دیگه با جنگ از اونجا نتوانست بگذره. به بررسی خاندان محمدشاه گورکانی یا بابرها، این رو هم بهتون بگم که زبان اونها زبان پارسی بود. تا زمان استیلای انگلیس ها به هندوستان، زبان رسمی دربار شاهان هند فارسی بود. بزرگان هند همه پارسیگوی بودند. شاعران پارسیگوی برجسته ای از هندوستان برخواستند. اصلا ما یکی از سبک های چام سراییمون سبک هندیه. و دولت انگلستان که هیچگاه با دولت ایران و با ملت ایران روی خوش نداشته و همیشه میخواسته این ملت رو، که میدونسته اگه این ملت رو رها کنن دوباره رشد میکنه و میاد بالا، همون حرفی که چنگیز زد، و میتونه خودش اداره کنه، هر زمان که توانستند انگلیس ها به ما لطمه زدن. به نه تنها به ما، به زبان ما هم لطمه زدن. وجود آخوند یکی از عواملی است که انگلستان پدید آورده برای که زبان پارسی رو ضعیف کنه، ناتوان کنه. میان زبان، زبان قرآنه. آقا قرآن رو اگر به زبان عربی نوشته، برای که محمد عرب بوده. خب محمدی که توی قریش چشم جهان گشوده و در اونجا زندگی کرده و بعد در همون مکه هم بوده، بیاد به فرانسه قرآن رو بنویسه؟ و به زبان خودشون می‌نویسن. حالا پس چه شد دوباره قرآن؟ اگر واقعا شما به اون حرف، به اون منطق و به اون دیالکتیک معتقدید که تمام بندگان خدا بندگان، تمام مردم دنیا بندگان خدا هستن، پس شما به زبان فارسی هم سخن بگید، خدا می‌فهمه. هم اکنون در استان بامیان در افغانستان، شمال باختر خاوری افغانستان، مردم به زبان فارسی نماز میخونن. هیچ اشکالی هم نداره. همونطور که آتاتورک هم در ترکیه گفته بود اگه نماز رو به ترکی بخونید اشکال نداره. و درستش هم همینه. حتما باید در زناشویی یک زن و مرد یا آخوند بیاد یه مقدار عربی بلغور کنه که خودش هم معنیشو نمیفهمه. چه اشکالی داره به فارسی بگید؟ من همیشه گفتم در جشن زناشویی پسر ناکامم، گفتم عربی من حرف نمیزنم، اینجا ما فارسی حرف میزنیم. به فارسی، به فارسی خطبه عقد خوندم. چه مشکلی پیش میاد؟ داستانی در یکی از کتاب‌های کهن خوندم
وقتی که تا اندلس پیش رفتند، تا اسپانیا مسلمانان پیش رفتند و سرداری به نام طارق از اون تنگه عبور کرد و وارد اسپانیا شد به نام جبل طارق، هم الان اونجا معروفه. بعد آمدن به عمر گزارش دادن، گفتن بسیاری از این کسانی رو که ما مسلمان کردیم زبان عربی نمیدونن و حالا میخوان با هم دیگه زناشویی کنن، یه زن و مرد مسلمان شدن اما نمیدونن چی بگن به عربی. خب اونا عقلشون میرسید، اونا آخون نبودن که حقه بازی کنن که بگن طرف نمیفهمه هم نفهمه. اونا میدونستن که باید به زبانی که خودشون میفهمن. عمر گفت به هر زبانی که خودشون میدونن با هم دیگه صحبت کنن، صیغه رو بخونن. بعد از مدتی خب این رسمی شد، در هر کشوری، در هر منطقه‌ای، هر کسی هر زبانی داشت به همون زبان یادشون میدادن، با هم دیگه صیغه جاری میکردن به اصطلاح. یه روز آمدن به عمر گفتن آقا دو نفر لالن، یه زن و یه مرد، و اینها میخوان ازدواج کنن، اینا رو چجوری چیکار میشه؟ گفت از شما در شگفتم، شما هنوز مفهوم این مثلا دارید. مفهوم زناشویی یعنی ایجاب و قبول، یعنی پیشنهاد بده یک نفر، حالا یا زن یا مرد، و طرف مقابلش بپذیره. اون اولی ایجاب، دومی قبول اسمشه، ایجاب و قبول. اینها زبان ندارن بگن ولی در عمل در درون مغزشون ایجاب و قبول انجام دادن. این دو خانم یا اون آقا دوست داره شوهر این بشه یا همسر او بشه، اونم قبول کرده. دیگه دعوای چی دارید؟ با علائم و اینها به همدیگه ثابت بکنن حرفشون رو. یه چیز این اون در اصل اون بوده. حالا مشتی آخوند اومدن، گفتم صدها بار گفتم بازم میگم، زمانی که میبینید یک قاعده ای رو آخوند میذاره بدونید که سر اون درآمد مالیش تو جیب آخونده. اصلا در عروسی دخالت کردن غلط میکنه، در عروسی دخالت میکنه برای چی؟ ما نمیخوایم آقا، یه زن و مردی میخوام با هم ازدواج کنم، زندگی کنم، میرم بکنم. اومده ها چه دخالت کرد؟ نخود هر آن شد برای چی؟ یعنی که پوله رو بگیره بذاره جیبش بره. در مرگ میاد دخالت میکنه، یه مقدار زوزه میکشه، یه چیزی هم در گوش مرده میگه، به قول کسروی میگه این آقا زنده بود دوازده امامو نمیدونست، اگر تو داری در گوشش میگی. حالا اومدی اینی که مرده در گوشش داری میگی، امام اولت این، امام دومت این، امام سومت این، این زنده بود نمیگفت. حالا میگید میدونست، خب کسی که میدونه تو زندگیش میدونسته، تو مردگیش چرا دوباره در گوشش میگی؟ اینا حقه بازیه، از این راه ها اینا میخوان نون بخورن، مفت بخورن، مفخوری کنن، هیچ چیز دیگه جز اینی. یا فلان کس مرد، آقا پسر بزرگش آقا بودو بودو براش نماز روزه بخر، ثواب داره نماز و روزه، بعد یه پول هنگفتی بده به یه آخوند مفخور، دو تا زن صیغه دیگه میکنه، شش تا بچه دیگه پس میندازه، میگه نماز خونده. آقا خود یارو نخونده، تو جاش میخونی، خدا جای حساب اون میذاره؟ من خدا بانک داره. به هر روی این سرنوشت ملتی است که عقلش رو میده دست یه مش آخوند. بارها گفتم شیعه یک مکتب ملی سیاسی و مذهبی است، ولی در آغاز و خوبم کار کرد و خورد کرد اون دین عربی رو، ولی دست آخوند که از زمان شاه عباس افتاد اندک 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 تبدیل شد به یک مکتب دریوزگی، گدایی، مفتخوری، آدم کشی، آدم خوری، برای اینکه بترسونن مردمو. همین شیعه جز این الان چیزی نیست، هر چی هست حق بازیه و بدعته. با سپاس از هممیهنان ارجمندی که بخشی از وقت برارزش خودتونو به این برنامه دادید، با سپاس از دوست بسیار گرامی آقای وارتان در اتاق فرمان، و با امید به این که دوباره در خدمت شما باشیم. مخور صاحب
مخور صائب فریب زهد از عمامه زاهد، که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. روز و روزگار بر شما خوش، تا درود دیگر بدرود و پاینده دیگر.